و اینجا بیاییم و جیومتریک نتورکمون رو بسازیم. از اینجا من اوتیلیتی نتورک آنالیست رو فعال میکنم. اینجا ببینید هنوز ما هیچ نتورکی نداریم. میم از اینجا میگیم که هایدرو نتورک جنریشن. میگه که دریناج لاین کدومه؟ دریناج لاین هست. کچمنت ما هم کچمنت. دریناج پوینت ما هم دریناج پوینت هست. نام هایی که برای ایچ قرار میده هایدرو ایچ. برای جانکشن هایدرو جانکشن. و نام نتورک ما هم ارک هایدرو هست. میتونیم تغییر بدیم. اینو اگر اوکی بزنیم. این جیومتریک نتورک برای ما ایجاد میشه و در اینجا هم لیست خواهد شد. هایدرو نتورک جنریشن ساکسسفولی کامپلیتد. میبینید اینجا هم اومد ارک هایدرو. اینجا ما که لایه ها رو نیاز نداریم. اینا رو من میام و آنتیک میکنم. صفحه من شلوغ نشه. بعدش اینجا چی رو نیاز داریم ما؟ اینجا فقط هایدرو جانکشن، هایدرو ایج. همینا. اینجا اگر بیاییم و بگیم که دیسپلی کن اروها، میبینید جریان ها رو برای ما نمایش میده. از این شاخه ها جریان جمع میشه و میرسه به اینجا. رنگ اینو هم من تغییر بدم، بیام اینجا و بگم که به این صورت باشه. حالا میتونیم اینجا بیاییم و یک فلگ بزنیم و همون تحلیل هایی رو که با استفاده از جیومتریک نتورک میتونیم انجام بدیم اونا رو اینجا انجام بدیم. بگیم که find connected، تمامی شبکه ما connected. find disconnect، اینجا disconnect داریم. disconnect های ما اینجاست. بعدش بگیم که داون استریم این فلگ رو دریافت کن. داون استریمش دریافت میشه. یا بگیم که بالا دستی دریافت شه و آپ استریم. آپ استریمش دریافت میشه. به همین صورت میتونیم که تحلیل هایی را که با استفاده از جیومتریک نتورک میسر هست رو انجام بدیم. و اتریبیوت تولز. اینجا داشتیم که کالکولیت لنت داون استریم فور ایچ. اینجا من اگر این ایج رو ببینم، ببینید که فیلدی به نام داون استریم نداریم. بیام اینجا روی اتریبیوت تولز و بگم که اینجا کالکیولیت لنت داون استریم فور ایج. برای هایدرو ایج از این شیپ لنت استفاده شده. کالکیولیتمون سکسسفول هست. حالا اگر بیام اینجا میبینید لنت داون استریم برای ما محاسبه شد. بعدش اینجا چی داریم؟ کالکیولیت لنت داون استریم فور جانکشن. برای جانکشن ها اگر این کار رو انجام بدیم از شیپ لنت استفاده شد و از این جانکشن تا این جانکشن داون استریم برای ما دریافت میکنه. این هم ساکسسفول هست. اینجا رو هم اگر ببینید لنت داون استریم برای ما دریافت شده. و اینجا داریم که find next داون استریم جانکشن. بیام اینجا روی همین جانکشن اوپن اتریبیوت رو بزنم. ما فیلد به نام next داون استریم نداریم. میام اینجا روی همین attribute tools میگم که find next downstream junction. junction بعدی رو دریافت کن. enableش هم کن. successfully اینجا
next down ID داریم. خب یکی حتما این از قبل وجود داشته. و بعدی اینجا اگر بیاییم بگیم که خب اینجا چیز دیگری نداریم، بیاییم این دو لایه رو ببینیم. Open Attribute رو اگر بزنیم یکی هایدرو آیدی داریم اینجا. هایدرو آیدی 533, 34, 36, 37 و به همین شکل این ادامه داره. و اینجا هم یک هایدرو آیدی داریم 535, 538, 41. سورت کنیم از 35, 38, 41, 44 و به همین شکل شروع شدن. اینجا من اگر بیام و اینو لیبل بزنم، بیام در قسمت پروپارتیزش لیبل رو فعال بکنم، اینجا داریم بگم هایدرو آیدی همین 8، رنگش هم به این صورت. بیام از اینجا بگم که کانورتش کن تو انوتیشن. خب حالا اینجا ما هایدرو ایج رو داریم که لیبل نداره، لیبل های ما به انوتیشن تبدیل شد. اینجا بیام در قسمت پروپرتیزش کمی کوچکترش کنم. بگم سایزش 7 خب همین هایدرو آیدی 68. اجازه بدین بیام اینجا و بکگراند اینو بیام در قسمت پروپارتیزش دوباره اینجا و بکگراند رو نمیخوام. خب همین اینجا هایدرو آیدی این خط ما 608 هست. انوتیشن رو انتخاب کردم 608. بعدش اینجا از این جانکشن رو ببینیم 606 هست. اینجا رو هم اگر ببینیم بیم در قسمت هایدرو، در قسمت هایدرو آیدی 535, 36 و 37 نیست، 38, 39 و 40 نیست. این چون اون آیدیه که به این اختصاص داده شده، بعدش اومده و اون جانشن یک آیدی بعد از این اختصاص داده شده و به همین صورت اینم ادامه داره برای تمامی شبکه ما. و اینجا اگر بیایم روی نتورک تولز، جیومتریک نتورکمون رو ایجاد کردیم، فلو دایرکشن رو اگر بیاییم اینجا استور بکنیم، ذخیره بکنیم، ما اینجا فلو دایرکشن رو داریم. اما اگر نداشته باشیم میاییم اینجا روی نتورک استور میزنیم، روی هایدرو ایج میگیم که اینو انجام بده، کامپلیتد. اوپن رو اگر بزنیم اینجا ما فلو دایرکشن رو داریم. من دلتش میکنم، میام اینجا و میگم که استور کن برای لایه هایدرو ایج، کامپلیتد. میبینید فلو دایرکشن اینجا برای ما ایجاد شد. و اینجا اگر بیاییم بگیم که set follow direction،